سلام و درود بینندگان گرامی از دو تیوی. امروز چهارشنبه 5 اکتبر است. در استودیو با شما هستم عزیزی سعید. در برنامه خبری امروز چون این موضوع رو داریم، اینک توجه کنید. کی راست میگوید، امام علی رحمان یا ولادیمیر پوتین؟ پرونده سعید امینی به پایان رسیده و به دادگاه فرستاده شد. وقوع انفجار در داخل وزارت داخلی افغانستان. پریزیدنت تاجیکستان 13 سال پیش در یک اقدام نمایش کرونا نسب خود را به تاجیکی عوض نمود و پسوند آوی روسی را همراه با نام پدرش از اسم خود حذف کرد. امروز 5 اکتبر سال 2022 پریزیدنت تاجیکستان 70مین سال روزی تولد خود را به گفته عبدالفتاح شریف زاده در احاطه فرزندان و پیوندانش جشن میگیرد. اینچنین خدمات مطبوعاتی پریزیدنت تاجیکستان هم امروز خبر داده است که به عنوان پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نامه های شادباشی زیاده وارد شده است. جالب آن که در این نامه ها اکثر تبریک کننده ها به مثل ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه، الکساندر لوکاشنکا پریزیدنت بلاروس، شوکت میرزیویف پریزیدنت ازبکستان، سردار بردی محمد و پریزیدنت ترکمنستان، الهام علیه پریزیدنت آذربایجان، پریزیدنت های فعلی و قبلی قزاقستان، پریزیدنت تاجیکستان را با نام و نسب اصلیش امام علی شریپویچ گفته مورد خطاب قرار دادند. اما چین سی جین پین، پریزیدنت چین رجب طیب اردوغان، پریزیدنت ترکیه و سعید ابراهیم رئیسی پریزیدنت ایران که ظاهرا از اصل گپ خبر دارند و نخواستند در این روز دوست بودن خود را زیر سوال قرار داده خاطر پریزیدنت تاجیکستان را بیرنجانند، در نامه های تبریکاتی خود بدون نام گرفتن از او از اصطلاحات به مانند پریزیدنت و جناب عالی کار گرفتند. دیروز 4 اکتبر سال جاری نیز پریزیدنت روسیه و پریزیدنت تاجیکستان نشان شایستگی برای خدمت به وطن درجه 3 روسیه را هدیه کرد. اما آنجا در قرار رسمی نامش را امام علی رحمان گفته بود. اما دادن این نشان و خطاب های پوتین یک سوال دیگری را نیز در ذهن ها برجسته می کند که آیا امام علی رحمان نیز مثل دیگر کارمندان مقامات کشور دارنده شهروندی روسیه نیز هست و به این خاطر ولادیمیر پوتین این نشان را به وی همچون یک شهروندی روسیه تحفه کرده است یا خیر؟ گفته می شود یک هفته پیشتر از این هنگام برگزاری جلسه های سازمان ملل متحد نیز وقت وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برای صحبت کردن به منبر دعوت کردند، او را نیز با نام و نسب اصلیش سراج الدین اسلوف گفته به مردم معرفی نمودند. درست است که در فرهنگ معاشرت بین روزها مورد خطاب قرار دادن کس با اسم خود و پدرش نشان احترام است، اما اگر در اصل پریزیدنت تاجیکستان که رسما پسوند آبی روسی را از نسبش حذف کرده باشد، پس چرا این دوستان نزدیکش در چنین روز همه کسه او را با استفاده از ویچ روسی مورد خطاب قرار دادند؟ تفتیش پرونده روزنامه‌نگاری تاجیک زوخیبک سعید امینی به پایان رسیده، برای اعلان حکم آن به دادگاه اسماعیل سامانی فرستاده شده است. طور رادیو آزادی خبر داد، مقامات روزنامه‌نگار زوخیبک سعید امینی را در همکاری با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 متهم کردند. اما خودش بارها این اتهامات را رد کرده تاکید کرده است که به هیچ حزب و گروه ارتباط ندارد. گفته می شود مقامات این روزنامه‌نگار تاجیک را مطابق قسم 2 ماده 307 نشانه 3 گناهکار اعلان کردند و این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. در همین حال مادر سعید امینی گفته است که پسرش را 3 ماه باز ندیده است. روز شنبه گذشته به قبول وزیر کارهای داخلی رفتم، گفتند دیگر امکانی واخوری نیست چون پرونده به سود رفته است. به سود هم رفتیم، تماما قبول نکردند. مقامات در حال این روزنامه‌نگاران را در همکاری با گروه های مخالفی نائبدار میکنند که پس از بازداشت آنها هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم گروه 24 اعلان کردند که با آنها هیچ رابطه ندارند و هیچگاه عضو این گروه های مخالف نبودند. باباجان قیومو سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صحبت به ازده تیوی گفته بود که بازداشت و به همکاری با گروه های مخالف متهم کردن روزنامه‌نگاران کاری ساخته مقامات است و آنها این را بهانه کرده در آینده دلخواه شخص را با این تهمت ها بازداشت و به سالهای طولانی روانه زندان میکنند. در حالی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سال 2015 به این طرف نه در تاجیکستان و نه در هیچ یک کشورهای آسیای مرکزی فعالیت ندارد،
مقامات تاجیکستان در پی یک عملیات مخصوص تابستان سال جاری چند روزنامه‌نگار از جمله عبدالله غربتی که دیروز به 7.5 سال زندان محکوم شد، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زوقی بیگ سید امینی و چند نفر دیگر را بازداشت کردند. بازداشت این روزنامه‌نگاران تاجیک را سازمان‌های حقوقی و حمایت روزنامه‌نگاران محکوم کرده، بارها آزادی بچون و چرای آنها را از حکومت تاجیکستان طلب کردند، ولی مقامات تاجیک مثل همیشه این درخواست را نادیده گرفت. امروز چهارشنبه 5 اکتبر در مسجد وزارت داخله افغانستان انفجار به وقوع پیوست که بر اثر آن چند نفر کشته و زخمی شده است. طور رسانه های محلی خبر می دهند این ترکش هنگام صورت گرفته که کارمندان وزارت داخله برای ادای نماز آنجا جمع آمده بودند. با گزارش افغانستان اینترنشنال، سخنگوی وزارت داخله طالبان عبدالنافع تکور وقوع این انفجار را در داخل مسجد وزارت خانه تایید کرده، ولی از شمار زخمیان و کشته شدگان و جزئیات آن چیزی نگفته است. در همین حال شبکه عربی الجزیره با تکیه به یک منبع از نهادهای امنیتی طالبان اطلاع داد که بر اثر این ترکش 3 نفر کشته و 25 کسی دیگر زخمی شده است. ولی خود طالبان در این باره تا حال آمار دقیق به رسانه ها نگفتند. همچنین معلوم نیست که از کارمندان بالایی این وزارت کسی کشته و زخمی شده است یا نه. تا حال مسئولیت این حمله در داخل وزارتخانه طالبان را کسی به دوش نگرفته است. اما اکثر حمله های قبلی را در این کشور گروه دولت اسلامی عراق و شام به دوش گرفته بود. این در حال است که وزیر کارهای خارجه افغانستان امری خان متقی یک روز پیش از این ترکش در ملاقات با نماینده اروپا در امور افغانستان توماس نیکلسون گفته بود که دولت اسلامی عراق و شام در این کشور ضربه سخت خورده است. این در حال است که وزیر کارهای خارجه افغانستان امیر خان متقی یک روز پیش از این ترکش در ملاقات با نماینده اروپا در امور افغانستان توماس نیکلسون گفته بود که دولت اسلامی عراق و شام در این کشور ضربه سخت خورده است. اینجا برنامه خبری امروز به پایان میرسد. خبر و گزارش های بیشتر را میتوانید در سامانه ما از da.tv پیگیری کنید. خیر، تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.